از آمنه محمدی به عنوان یکی از مجریان و کارکنان منوتو یاد میشه که فعالیت گسترده ای رو در این شبکه داره. در برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای همواره برای فعالیت‌های سیاسی و دیگر فعالیت‌های کشور ایران خبرهایی رو منتشر میکنه. با توجه به اینکه افراد بسیار زیادی از ایرانیان به خارج از کشور مهاجرت کردن، با مهاجرتشون همواره برای این شبکه فعالیت میکنند. این فرد با توجه به اینکه در افغانستان متولد شده، اما در اتاق خبر شبکه منوتو در تهیه و تولید اخبار و گویندگی ایفای نقش میکنه. آمنه متولد آذر ماه سال 60 و در کشور افغانستان متولد شده. همسر آمنه فردی به نام محسنه که هر دوی اونها به خارج از کشور مهاجرت کردند. این مجری فعال دارای یک فرزند به نام لیلیه. آمنه دارای قدی حدود 1 متر و 57 سانتی متره و تونسته با فعالیت‌هاش به شهرت و محبوبیت بسیاری در نزد مردم برسه. تحصیلات دانشگاهی آمنه در کشور هند بوده. اون در هند رشته بیزینس رو خونده و خودش میگه به واسطه اینکه در ایران امکان تحصیل نداشتم، چون روند تحصیل برای اتباع خارجی در ایران سخت بود، ابتدا به افغانستان برگشتم و برای دانشگاه هند بورسیه رشته بیزینس رو گرفتم. بعد از اون هم برای مستر اومدم لندن و باز اینجا هم بیزینس رو خوندم. آمنه پروژه های مورد علاقهش در منوتو رو در ابتدا منوتوپلاس میدونه که 4-5 سالی پیشتر در اون کار نکرده. بعد از اون هم ببین تیوی رو کار کرده و بعدتر ریپورتاج رو مشغول به فعالیت بوده و الان هم در اتاق خبر گوینده خبر این شبکه است. دوستان خوبم، ممنون میشم اگر هنوز عضو کانال ما نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید. اون خودش رو دوست همه کارکنان شبکه میدونه، ولی اگه بخواد یک نفر رو انتخاب بکنه، صمیمیترین دوستش آزاده رفیعه. اون میگه اگه کسی منو از نزدیک نشناسه فکر میکنن آمنه خیلی آدم خشک و جدی هست، یا میگن خودتو خیلی میگیری و اصلا حس دوستانه‌ای نداری. اما همین که مدت کوتاهی با من ارتباط میگیرن متوجه میشن که من خیلی هم شوخ و بزلگو و خوشرو هستم و شایدم بشه گفت من از اون ور بوم افتادم. این خصوصیت اخلاقی منو همه بچه‌های منوتو تایید میکنن. در حال حاضر بزرگترین ترس زندگی من دخترم لیلیه. البته تمام زندگی دخترمه. بزرگترین ترس، بزرگترین خوشی و کلاً همه چی زندگی من لیلی خانم دختر عزیزمه. آمنه در پاسخ به این سوال دفعه اولی که همسرت محسن رو دیدی چه اتفاقی افتاد که عاشقش شدی گفت من اول تعریف همسرم رو شنیده بودم. همیشه دلم میخواست شوهرم قد بلند باشه، 4 شونه باشه، خوش ظاهر باشه، در مرحله بعد تحصیلات داشته باشه و خوش اخلاق باشه. وقتی با محسن آشنا شدم اکثر ملاک هام رو توش دیدم و همین باعث شد که بهش علاقه‌مند بشم. آمنه عاشق ظاهر و سبک لباس‌های شارلیز رون و ویکتوریا بکامه و آرزو داشت که میتونست تمام اکسسوری‌های پوشیدنی و کمد لباس‌های این دو شخص مال خودش باشه. آمنه در اکانت توییترش از شاهزاده رضا پهلوی سوالی رو مطرح کرد و نوشت من آمنه محمدی هستم. از سال 2012 با منوتو همکاری دارم و در حال حاضر به عنوان مجری اصلی اتاق خبر ایفای نقش میکنم. اصالتاً اهل افغانستانم. من نسل دومی از پناهندگان افغانستانی در ایران بودم که پدرم زمان حمله روس‌ها به افغانستان به عشق امام رضا و سرزمین شیعه و در پی سخنان خمینی که گفت اسلام مرز نداره و مرزهای ایران به روی تمامی مسلمانان بازه به ایران مهاجرت کرد. اما شاهزاده از شما یک سوال دارم. این 4 میلیون افغانستانی که در ایران ساکن هستند و حقوق شهروندیشون رو میشه با سیاه‌پوستان آمریکایی که در سالهای 1800 میلادی بهشون حتی اجازه استفاده از استخرهای عمومی داده نمیشد مقایسه کرد با این مردم که دیگه نسلهای جدیدشون به جز ایران و ایرانی چیزی نمیشناسن، چه سرنوشتی در انتظارشونه. اون مدتی بعد توییت کاربری رو ریتوییت کرده که نوشته بود نجات پرستای ایرانی موجودات عجیبی هن. خودشون به یک کشور دیگه پناه بردن، اون وقت خواستار اخراج پناهنده های افغانستانی از ایرانند. کل مردم غزه رو مساوی با حماس میدونن، ولی اگه کسی بگه مردم ایران مساوی با جمهوری اسلامی هستند کهیر میزنن. به قول قدیمی ها یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. دوستان خوبم، ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشت اومده اون رو لایک بکنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید.